سلام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و علاقه‌مندان به برنامه‌های ورزشی. فوتبال هیجان زده هم میشی اگه بازی زنده باشه. آره نباید بشین یا اشکال نداره اگه بشین. خب هر چدم هیجان زده دادیم تا هیجان زده، مثلا من هیجان زدهشم بالا پایین بپرم که خب نمیتونم گزارش کنم. تا حالا شده به خاطر برد یا باخت یک تیم گریه کنید؟ گریه که نه، خب شده ناراحت بشم. حالا قدیما بچه بودم چرا، خب الان دیگه نه، گریه نمیکنم. بله، عادل فلسپور که دیگه نیازی به معرفی نداره، در تصاویر هم که به صورت کامل و مشهود هم چهره هم صدا مشخص بود. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام، خوبه، مرسی. شما خوبید؟ عیدتون مبارک. مرسی، عید شما مبارک. چه خبر؟ فول سلامتی، خیلی ممنون. مگذره اوضاع همه چی خوبه؟ همه چی خوبه. فوتبال ایران بر وفق مراد هست؟ والا انشالله سال بعد، یعنی امسال فکر کنم سال خوبیه و حساسیه واسه ما، چون باید مقدمات جام جهانی بعدی رو انجام بدیم و انشالله که خوب کار کنیم. فهم کن که چطور میشه کلن، حالا مثلا اون اثرگذاری شما در طی سالها داشتین توی برنامه خودتون 90 که دیگه واسه همه هم مشخصه، یه از زمانی که 90 اومد یه تاثیر خیلی زیادی رو فوتبال ما گذاشت. فهم کن که این اثرگذاری به همشکل ادامه خواهد داشت به شکل مثبتش یا نه، حالا گهگاه هم بوده که بالاخره اتفاقات منفی هم سبب شده. به هر حال فوتبال خودش بهتر میدونید که فراز و نشیب زیاد داشته، بالا پایین زیاد داشته و ماهیت فوتبال خودش به هر حال حواشی زیادی رو به همراه داره. اینجوری نیست که فوتبال فقط چارچوب زمین باشه، به هر حال اتفاقاتی رخ میده در حواشی یه مسابقه فوتبال که بهتر برنامه 90 هم بهش میپردازه. حالا بعضی موقع به قول شما تاثیر مثبت گذاشته، بعضی موقع شاید بازم من فکر میکنم نشون دادن یه سری کجی ها و پلشتی ها کمک کرده و باعث شده که فضا کاملا مشخص بشه واسه همه. من فکر کنم یعنی مثبتش خیلی بیشتر بوده تا منفیش. چالش برای شما مفهوم خاصی داره؟ کلمه چالش به حال یه شاید بخش اجتناب ناپذیر برنامه 90 بوده تو این 16 سال. یه سریش خود ساخت در واقع کاملا ناخواسته پیش اومده، یه سریش نه به حال اتفاقاتی که فوتبال رخ داده ما رو به اون سمت برده، ولی آره به حال واژه کاملا آشناییه. صحبت‌ها هم که دیدین دیگه، دوستان صحبت کردن، چند تاشم که تو همون تیم رسانه ورزشی خودتون خیانت کردن یه سریاشون دیگه. ما برام لحاظ میشه، همینا لحاظ میشه. رضا خسروی و حمید عباسی و صحبت جالبی بود. کشویی چیه قضیه؟ حمید عباسی حداقل انت دیدی کشویی از من خورده، حمید عباسی با اون اندام ورزیدش تیپ شیپم که به حال رضا خسروی هم خورده. خب اون دروازه‌بان رضا خسروی راست میگه. می‌خوام بدونم که یه مثلا فکر کن که الان 15 سال آینده است، عادل فلسپور 15 سال از الانی که در واقع سپری که در واقع ازش گذشته، چطور می‌بینی 15 سال دیگر رو؟ مثلا فوتبال رو برای خود چه پیش‌بینی داری؟ برنامه‌هات مثلا فکر می‌کنی که به چه سمت و سوی رفته باشه؟ چی می‌بینی بعد از برای آینده؟ من بعید می‌دونم 15 سال دیگه زنده باشم. حالا چرا؟ دیگه به حال ولی نمی‌دونم. واقعا من اگه می‌گفتی بذار 15 سال، می‌گفتی 2 سال دیگه هم نمی‌تونستم پیش‌بینی کنم، چون واقعا 2 ماه دیگه خوبه، 2 ماه دیگه، 2 هفته دیگه. آقای علی‌فر گفت فوتبال چیز قابل پیش‌بینی نیست. حتی چه تو فوتبال واقعا تو زندگی هم چیز قابل بدتر از اون دیگه، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. که نمیدونم والا، واقعا نمیدونم. یعنی این هدف به همین شکل ادامه پیدا میکنه یا نه؟ به هر حال جایی که من فکر میکنم مردم راضی باشن و بشه با همین به هر حال همیشه نیاز به یک نوگرایی هست تو همه کارها، ولی تا وقتی که مردم راضی باشن باید ادامه داد. نظر من عادل فلسپور به خودش چه نمره میده از 20؟ من دارم سعی میکنم که خودشیفته نباشم و سعی خوب بود کلامه، سعی میکنم با خودم نمره بد نمیدم چون بچه بدی نیستم، ولی مثلا 4-15 میدم دیگه.
نه یه جوری گفتیم مثلا خود چیفتم من بگم مثلا 18 19 داشت میچرخید. دیگه مثلا یه یکم شکست نفسی بکنم. خب خیلی ممنونیم که بوی ایدی بوی توپ رو مشاهده می‌فرمایید. اتفاق عادل فیروزپور عزیز مهمان خانه شما هستیم. سوالی که برای من الان پیش اومده این هستش که تا حالا شده عادل فیروزپور با این همه حالا جسارتی که داشته توی برنامه‌هاش صحبت‌هایی که مطرح کرده هیچ وقت شده که یه مبحثی پیش بیاد که حالا از گفتنش از ابرازش یه مقدار مثلا به خوش تردید راه بده، مثلا بگه من اینو نگم بهتر یا صلاح اینه که مثلا اینجا این کارو نکنم و رعایت کنم حالا به قول معروف؟ آره خب به هر حال قطعا پیش میاد این اتفاقات. من سعی کردم واقعا چیزی که یعنی حق و حقیقت باشه از جایگاه طرف و به هر حال وجه و منصبی که داره واقعا ترسی به خودم راه ندم، ولی خب بعضی موقع به خاطر حالا به هر حال شما تو صدا سیما هستی هستی چارچوب هستی هستی به هر حال خط قرمزا هست که نمیشه ازش عبور کرد. طبیعتاً باید اینا رو رعایت کرد و آره پیش اومده، ولی خب خیلی کم. موبایل چند بار زنگ میخوره بعد از برنامه؟ این که این میل میکنه به سمت بی نهایت. بعد تا صبح همینطور جواب میدی یا نمیدی؟ من خب هر سنگ آره همه رو که جواب نمیدم. همه رو که نمیشه. آره نمیشه اصلا جواب داد، ولی خب آره دوستان آشنایان جواب میده. عادل خان اگر که نکته خاصی هست، اگر حرف خاصی باقی مونده که حالا نمیم تو این مدل برنامه این شکلی تا حالا حضور داشتین یا نه، اگر حرفی داریم ما مردم سوای اتفاقات برنامه مثل 90. اولا خوشحالم که در خدمتتون بودم. حالا محمود فکری هم صحبت میگه اینجا چرا اینجا خاک و گل اینجا، یعنی دقیقاً اولین بار خاطر محمود فکری سال 78 79 بود دستش کرد تو گلا مال تو صورتش که مثلا میگه ضربه خورده قشنگ یادمه. این اولین خاطره ای که محمود فکری با من داره اونه. خاکا اینجا دیدم یادم و محمود فکری الان تصویرشو پخش کردید من یادم افتادم. والا خیلی ممنون که به حال حتی اینا براده چوبه نصفش اینا براده آره چوبه خاک آره و همه چی هست آره. به حال ما تو برنامه 120 پشت صحنه الان هستیم با شما هستم، این چیزا هست دیگه. انشالله سال خیلی خوبی باشه سال 94 برای مردم خوب ایران و سال فوتبالی موفقی هم برای ورزش کشورم. ممنونیم از شما، سپاس از شما بینندگان محترم. با عادل فیروزپور خدافظی می‌کنیم.